عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که مرغ قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه عزاداران سید الشهدا، سلام میکنم به شما که دل و جانتون سرشار از محبت سید الشهدا است. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. عزاداری هاتون قبول باشه. امیدوارم امام حسین نگاه بکنن، به برکت نگاهشون انشالله به سمت خدای متعال با هم حرکت بکنیم. با احترام، با افتخار در محضر عزیز دلمون حاجای عاملی هستیم. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. از اینکه خدای متعال توفیق داده در دهه محرم عرض ادب بکنیم به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله الحسین، خدا را شاکریم. الحمدلله. تا حصار زمان و مکان نشکنه، کنه این عزاداری ها، عظمت این ارادت ها معلوم نمیشه و ما در برابر عظمت حضرت ابا عبدالله خضوع میکنیم، به کاروان حضرت ملحق میشیم، با کاروان حضرت حرکت میکنیم، در این سفر معنوی وارد مدرسه حسینی میشویم. انشالله که سرفصل های خوبی رو یاد بگیریم و شاگرد خوبی در این مدرسه بسیار بسیار با عظمت بشریت مدرسه حسینی انشاءالله باشیم. انشاءالله. یه تعبیری دارن شهید بزرگوار، شهید آوینی، سید شهیدان اهل قلم، که عالم در طواف عشق است و دایره دار این طواف حسین ابن علی است. و این کاری که شما میبینید در دکور ما و در استدیو سمت خدا برگرفته از همین کلام شهید بزرگوار شهید آوینی است، به همت دوستان خوبمون در مجموعه موکب آرت تقدیم نگاه مخاطبان سمت خدا شده و امیدوارم که به دیدگان و دلهای شما بنشینه. بحث امروزمون رو در محضر حاجای عاملی انشالله پی خواهیم گرفت. اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، سال گذشته در مورد شعارهای عاشورا صحبت کردیم و روح حاکم بر اونها و نکته های لطیفی شنیدیم. بحثمون ناتمام موند و انشالله امسال این بحث رو حاجای عاملی عزیزمون ادامه خواهند داد که انشالله با دل و جان خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه و مروری برگذشته عرض میکنم که حضرت کورکورانه نعوذ بالله نیومدن کربلا، از سر احساس نیومدن کربلا، از سر تشفی خاطر انتقام نیومدن کربلا. در وجود مبارک امام معصوم این حرفا نیست. ماموریت ماموریت آسمانی است و ماموریتی است که خود حضرت ما را هم دعوت میکند که ما در این کاروان شرکت بکنیم و فرموده ولی فیکم اسولکم فی اسوه، یعنی من این راه رفتم، شما هم پشت سرم بیایید. ما ماموریت داریم که با این شعارها سنخیت داشته باشیم. اگه سنخیت نداشته باشیم، هیچ نقطه اشتراکی با امام حسین نداریم. با صرف احساسات و با صرف آداب شکلی
که پیامی زیرش نباشه، پشت سرش نباشه، نمیشه به لبیک به امام، به حلم ناصر امام لبیک گفت. ما که گریه میکنیم بر حضرت ابا عبدالله، اگر سهمی عمیق از فکر حضرت نداشته باشیم، حضرت باید به حال ما گریه بکنه. در این خصوص بحثی داشتیم که از حضرت ختمی مرتبت که بکا مقدم است برای نصرت. حضرت ابا عبدالله ختمی مرتبت عزاها گرفته برای امام حسین، گریه ها کرده، گریه های خاص که همه در منابع اهل سنت ذکر شده است. در یکی از سفرها خیلی گریه کردن، اصحاب ذکر کردن مصیبت امام حسین رو، اصحاب هم گریه کردن. یه جمله عجیبی که جزء کلمات جامعه حضرت است، فرمودن اتبکونه ولا تنسونه، آیا گریه میکنید ولی حسینم رو کمک نمیکنید؟ این استنصار، استنصار شخصی نیست، یعنی فکر حضرت رو همراهی نمی کنید، یعنی صرف بکا کافی نیست. بکا در کربلا غیر از شمس، غیر از ابن زیاد همه گریه کردن، حتی عمر سعد هم گریه کرده. بنابراین ما باید بدونیم که بکا بیعت است، گریه بیعت است، سینه می زنیم بیعت است، زیارتش می رویم بیعت است، دست در دست حضرت میگذاریم تا با مرام حضرت ما معامله کنیم. همه اینا دست دادن با حضرت. احسنتون. و ما نباید در این دست دادن نفاق داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرام کشک، اون خطیب بسیار مشهور مصر، نابینا بوده، روشندل بوده، اون میگه من اولین بار که رفتم منبر با خدا پیمان بستم الله انافق احدا، نفاق در منبرم نداشته باشم. ما برای اینکه نهضت رو خوب بشناسیم، هر نهضتی رو باید بریم سراغ شعارهای اون نهضت. این شعارها سه قسم باید بحث بشه. اول ذکر این شعارهاست، صرفا عناوین این شعارهاست. دوم توضیح این عناوین است. سوم که امسال شروع میخوام بکنیم، وجوه مشترک بین این شعارهاست، اوصاف مشترک این شعارهاست. یعنی همه این شعارها، فرض بفرمایید حدود 20 تا شعار که امام حسین داره، همه اینها رو میگذاریم جلوی خودمون، وجوه اوصاف مشترکی که بین این اوصاف هست، یعنی بهترین بحث در موضوع کربلا همین است. یعنی برای کشف رموز این نهضت و وقوف بر افکار اندیشه و شخصیت ابا عبدالله، باید بریم سراغ اون اوصاف مشترکی که بین این شعارها هست. در این خصوص اون عناوین من اول فقط ذکر میکنم، 15 بچه مشترک رو ذکر میکنم، بعد وارد بحث میشیم. اولین وصفی که در اوصاف دیده میشه این است که اینا همه گم شده بشریت هم. بشر در طول تاریخ دنبال اینا بوده است و لذا امام حسین در طول تاریخ زنده است، چون این شعارها شعارهای محدود و محصور، مثلا در طائفیگری، در اغراض شخصی، در ریاست طلبی نیست، همیشه و همه جا جاری و ساریه. احسنتون. همه ظهور کرامت انسانیست. حالا خصوصیاتش رو بعدن که وارد میشیم. اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا و دین الله دخلا، انگار مال امروزه. حضرت فرمود من نهضت کردم چون انسانها رو برده کردن، ارادهشون رو گرفتن، کرامتشون رو گرفتن، ثروت رو محصول در افراد خاصی کردن، دین رو ابزار دست خودشون کردن. دوم این است که مسئله انتقام تشفی خاطر اصلا در این شعارها نیست. سوم مسئله طائفیگری توش نیست، مثلا دعوای شیعه و سنی را بندازه مثلا، نعوذ بالله، اینا نیست. سوم این شعارها همه شعارهای دینی است، یعنی ظهور قدرت دینه. لنهی المعالم من دینک، حضرت فرمود من آمدم تا معالم دین، تابلوهای دین، نشانهای دینداری چیه؟ اینجا خیلی بحثای خوبی هست که میخوام اگر نفاست دین خودمون رو بشناسیم، باید مراکز حساسیت دین رو بشناسیم. دین به چه چیزهای حساس است؟ بزرگترین اشتباه
در اینجاست که ما یه جاهای حساسیت نشون میدیم که دین حساسیت نشون نمیده. پنجم که بسیار بسیار شنیدنی است، نفیس اونم این است که این شعارها همه قرآنی است، مستند قرآنی داره. الان وارد میشم، بسیار جالبه، هر شعاری که امام حسین داده من آیشه پیدا کردم. چه خوب. هر حرفی زده من آیشه پیدا کردم، هر اقدامی کرده من آیشه پیدا کردم. اونو تقدیم عزیزان میکنیم انشاءالله که امام حسین از قرآن جدا نمیشه، قرآن هم از امام حسین جدا نمیشه، چون پیغمبر ما فرمود لن یفترقا و امام حسین قرآن رو تفسیر کرد. اوضح بکل کتاب، خونین ترین تفسیر مال تفسیر امام حسین است. سنگین ترین هزینه رو پرداخت کرده تا دین تحریف نشه، تحریف های وحشتناکی که دیگه جان دینی میگیره، دیگه برای دین چیزی نمیمونه. و ششم این است که اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم امام حسین حرف جدیدی نیاورده. میخوام اسیر و بسیر تجدی و عبی، شما خیال میکنید من حرف جدیدی آورده؟ شما از مسیر خارج شدید میگید که این حرف جدیدی در شما اینا تازه است. ولذا به امیر المومنین هم گفتن که تو اینا رو که انجام میدی اینا چیز تازه. حضرتم گفت من نیل علل جاده، من از جاده خارج نشدم، شما از جاده خارج شدید. خودشون منحرف بودن، فکر میکردن حضرت مسیرش. بله، این هم یک بحث جالبی است که حرفای ابا عبدالله الحسین برگرفته، متسید به اصطلاح عربی، برگرفته از اصول دینی است، متون دینی است. یه چیز جدیدی حضرت درست نکرده وقتی که اصرار داره که من بله رو نمیگم در برابر این قدرت اهریمنی که میخواد از من بله رو بگیره و من تایید بکنم، تعایش داشته باشم، زندگی مسلمت تامیز با ظلم ظالم داشته باشم. این حرف اینطور نیست که من حرف جدیدی آوردم، پیغمبرم همینطور بود، امیر المومنین هم همینطور بود، آیات قرآن هم همینه داره. لا تظلمون ولا تظلمون، قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. قرآن اجازه نمیده ما در برابر ظلم و زمامدار خودسر بیاییم بله بگیم. بس مسئله هفتم، خصوصیت شرق همه رو نگاه میکنیم ببینید دعوت به خود توش نیست. دعوت به خود بزرگترین منیت و بزرگترین آلودگی است و منشأ بسیاری از گرفتاری است. عامل اصلی سقوط تمدن است و اصلی ترین عامل ماندگاری این است که قل انما اعزكم بوحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى. از اول تا آخرش نگاه بکنید دعوت به خود توش نیست. برای خودش دنبال ریاست باشه، ثروت باشه، منیت باشه، انتقام باشه، این حرفا نیست. هشتم، خیرخواهی برای امت موج میزنه در شعار. و یک رهبر آرمانی این طوری باید باشه. طول تاریخ شما رهبران آسمانی رو نگاه کنید، رهبران دنیایی رو هم نگاه بکنید، یک خصیصه مهم این است که رهبران آسمانی خیرخواهی فوق العاده دارن، دلسوز. درد اونها رو درد خودش میدونه، تحمل بدبختی اونها، شقاوت اونها رو نداره، سعادت اونها رو. بله بله. باز حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم و همه اینا ریشه قرآنی داره که پیغمبر ما اونقدر حریص بود بر سعادت امت. نهم این است که وقتی میخواد عمل بکنه از این شعارها معلوم شه عمل عمل زیربنایی است، از اساس شروع میکنه، دنبال کارهای رو بنایی بره اینطور نیست، از جای شروع میکنه که سوژه بسیار حساس اجتماعی برای تخریب و اصلاح. و این هنر مدیریت است. یک مدیر در مدیریت خودش زمان موفق است که سراغ کارهای اساسی بره، نه سراغ کارهای روبنایی یا مثلا چیزهایی که عوام پسند باشه. این باز از اصول مهم مدیریتی است، در سیره رسول خدا هم هست. رسول خدا سراغ اون سوژه حساس اجتماعی رفت که قدرت تخریبش هم بالاست،
قدرت اصلاحش هم خیلی بالاست. حالا اینا رو که توضیحش وارد میشیم، جزئیات و قصه هایی که در قضیه هست بیشتر بیان بشه. دهم این است که این شعارها همه شعارهای اصلاحی است، مصلح بزرگ است. خودش هم میگه که من برای اصلاح اومدم فی امت جدی. یعنی یک عزادار سهمی باید از اصلاح اجتماعی داشته باشه و جلوی انحرافات رو بگیره، خودش هم منحرف نشه، اصلا تماشاگر خرابی ها نباشه. رفتارهای اجتماعی، بزه‌های اجتماعی، بنبست‌های اجتماعی، اذیت فرهنگی، سلوک اجتماعی، گرفتاری‌هایی که پیدا میشه، خرابی‌های فرهنگی، اینجاها یعنی کسی که در هیئت نشسته باید عنوان مصلح داشته باشه. یعنی بتونه بگه که من از جهت اصلاح این کار رو کردم، چون امامشون اینجوری است. اگر واقعا عاشق واقعی است، به شؤون معشوق باید غیرت داشته باشه، و الا کیست در انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست. یازدهم جامعیت شعار هاست. یعنی یه طرف بگیره یه طرف رها بکنه، همه اینها رو که کنار هم میگذارید میبینید که چقدر جامعیتش دست امام حسین، چون قرآن جامعیت داره، هیچ وقت اینها از هم جدا نمیشن. باز مظاهر جامعیتش رو وارد میشیم، یعنی تقسیم بندی بکنی شعارها رو، میبینی یه بخشی از اینها مربوطه به امته، یه بخشی مربوطه به ولاته، یه بخشی مربوطه به فرهنگ مردمه، یه بخشی مربوطه به روابط اجتماعی. از هر جهت حضرت فکر جامعی داشته است. دوازدهم که خیلی مهم است، این است که حضرت راه رو بخشی از هدف میدونه، از هر طریقی نمیخواد به مقصد خودش برسه. فرصت های عجیبی پیدا شد برای امام حسین که میتونست کارهایی رو انجام بده، گفت نه من این کار انجام نمیدم. هدف وسیله رو توجیه نمی کند. تفکر ماکیاولیستی ممنون. همین رو ما در زندگی به کار بگیریم، با از هر طریقی نخواهیم به ثروت برسیم، به آمال آرزوهای خودمون برسیم. یعنی هدف اگه قدسیت داشته باشه، راه هم باید قدسیت داشته باشه. ولذا میگیم راه بخشی از هدفه. اگر هدف مقدسه، با آلودگی نمیشه به اون رسید. و حضرات معصوم هم بطور بودن، هدف اگر مقدسه، راه هم باید مقدس باشه. ما خیر و خیر لا ینال الا بشره. بله، امیرالمومنین فرمود چیزی که از طریق شر به دست بیاد خیر نیست، خیر نداره که. و امیرالمومنین یه جمله گفته که باید پیشونی سازمان یونسکو نوشته بشه، پیشونی سازمان ملل نوشته بشه. ما ظفر من ظفر الاسم به و الغالب بشره مغلوب. ما ظفر پیروز نشده، من ظفر الاسم به، کسی که گناه برای پیروز شده. به به به. و کسی که با شر غالب بشه، این غالب نیست، این مغلوبه، خیال میکنه که غالب است. چه تعبیر. الان شما ببینید گم شده بشریت معاصر هست یا نه. الان چقدر غالب به شر داریم، بچه المصالحه کردن بشریت رو، چقدر خون انسانها رو دارن میریزن به خاطر مطامع خاص خودشون. ملاحظه فرمودید، گفت که ما بمبای خوشیره میدیم برای که نباید روسیه غالب بشه، پس هر چه جمعیت کشته میشه بشه. این یکی نیست، دوتا نیست، برای منویات خودشون جنگ ها، چقدر جنگ ها به راه انداختن، چقدر خون ها ریخته شده، چشم ها اشکش ریخته شده، بچه ها یتیم شدن، خونه ها واده ها به هم ریختن. یعنی بشریت در زمان معاصر دیگه هیچ آرزویی در این که بیاد این خیانت رو بکند که از وسایل نامشروع استفاده بکنه که برسه به هدف، دیگه هیچ آرزویی در باب نگذاشتن و یه روسیه‌ای بزرگی برای بشریت درست کردن. ما فقط در عرصه بین المللی نباید این فکر رو داشته باشیم، در داخل خونه، در تجارت. فردا انتخابات میاد، از هر طریق نامشروعی یه تشخصی برای خودش درست بکنه. قول و ما انا من المتکلفی. پیغمبر ما میگه قول بگو،
چرا خدا بعضی مطالب رو اصرار داره که پیغمبر به زبانش بیاره؟ بتونست به عنوان یه دستورالعمل در قرآن ذکر بکنه. ولی تأکید کرد تو بگو. قل امرت العدل بینکم. و با ربی زدنی علما و عملا صالحا و الحقنا بالصالحین. چه سری داره میگه بگو اینا به زبانت بیار. باز در این باب مطالب بسیار مفصلی هست که انشاءالله برسیم اونجا مطرح. فهرستوار با حاج عاملی داریم شعارهای سید الشهدا رو در واقعه عاشورا که ساری و جاریه در همه جا داریم مرور میکنیم. پیغمبر ما گفتن که شما جزیره العرب رو گرفتید، یه عده نصارا و یهود مونده است، یه چشم رو بری به تشریع بزنی به اینها همه مسلمان میشن دیگه. جزیره العرب میگه یک میشه یک دست، دست خودت حیبتت هم بیشتر میشه. حضرت فرمود من هیچ وقت حاضر نیستم خدا رو ملاقات کنم در حالی که مرتکب بدعت شدم. خدایم به من این اجازه رو نمیده. اونجا آمد که قل و ما انا من المتکلفین. تکلف یعنی ساختگی حیبتی برای خودت درست میکنه. میبینی که بعضی از کاندیداهایی که دور دور خودشون جمع میکنن این مجلس وارد میشن اون مجلس وارد میشن، چقدر این برای انسان سرشکستگی است. یعنی انسانی که انفی مقدس داره، غرور مقدس داره، بقیه هم میفهمن آجا بر کاملا پیدا. سیزده ها این است که این شعارها همه ظهور عزته، یعنی اونقدر برای عزت هزینه پرداخت کرده ابا عبدالله الحسین. المنیه ولد دنیه التقلل ولد تبسل و حیحاتم النظر. هیچ کسی در طول تاریخ مثل امام حسین برای عزت هزینه پرداخت نکرد. این خیلی باید واضح بشه. این همه حساسیت به عزت، معلوم میشه یک روح بسیار بلندی حضرت داشته است. حتی در اون لحظه های بسیار سنگین کربلا عاشورا نمیخواد بشکنه. تمام توان از دست رفته، فقط خودش رو با حالت خاصی روی از نگر داشته است که جلوی دشمن نیفته زمین. و وقتی که با نیزه حضرت رو میارن پایین، بلند سریع هم بلند میشه باز در برابر اونا رو زمین نمونه حضرت. تا ادامه داره قصهش که چقدر عجیب بوده. عزتی که برای خودش خواسته، عزتی که برای دیگران خواسته است. بله. حتی اهل بیتش هم میگه ناتش کن فلا تقولوا بألسنتكم موین قصو خطرکم. غوغاست، همه شهید شدن، فقط امام حسین مونده است. خب خانوما طبیعتا ناله میکنن، گریه میکنن، گله آتش گو شکایت نکنید، چیزی شکایتی به زبانتون بیاد از خدا، محکم باشین. فلا تقولوا بألسنتكم موین قصو خطرکم، مبادا به زبانتون این چیزی بیارید که قدر منزلت شما رو بیاره پایین. میدونید که در اون غوغا انسان خیلی خیلی استثنایی باید باشه که به فکر این امور باشه. بله. چون همه چیز از دست رفته است. در ادبیات امام صحبت از علت نیست. و میدونست که اگر تسلیم من بشه نهایت ذلت درست میشه به دست ابن زیاد برای امام حسین که شیعه تا روز قیامت مستمر میشه، دق مرد میشه از اون ذلت. چقدر ما باید شاکر باشیم از امام حسین که اون عزت رو برای خودش و برای شیعانش درست کرده است. شعارام هم این شعارها همه ظهور توحید در نتیجه ظهور شجاعته. هر چقدر که فشار بیشتر میشه خطبه ها حماسی تر میشه. کی میتونه اینو انجام بده؟ فقط کسی که متصل به توحید است. ان روح المؤمن اشد اتصالا الی الله من شعاع الشمس بها. نور آفتاب چطور به آفتاب متصل است؟ روح مؤمن شدیدتر از اون به خدایش متصل است. خدایی که کل القدره است، خدایی که همه جا رو پر کرده است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، دیگه چیزی موند؟ بنابراین جای ترس نیست. لا یخاف لدی المرسلون، خدا فرمود لا یخاف لدی المرسلون. کسی که به مقام عند الله رسیده دیگه خوف نداره. حضرت امام فرمود والله به عمرم نترسیدم،
اون روزی که منو گرفته بودن میبردن اونا میترسیدن، من به اونا دلداری میدادم. وقتی وصل بشی اینجوریه دیگه. مقام از دم نفره فرمودن یه وقتی از امام یه چیزی میخواستیم که تهنی داشتن، یه وقتی من گفتم آقا میترسید، سری سه بار گفتن من هیچ وقت نمیترسم، من هیچ وقت نمیترسم. این ظهور توحیده، شجاعتی که در کربلا دیده شده در اون غوغای کربلا که دیگه یک نفر در برابر 20,000 نفر، شما حساب کنید که تأثیری که در روی فرد داره خودش اصلا کلا گم میکنه در برابر 20,000، اما در میدان وای میسه میگه برید نیروی اضافه بیارید. قل ان کان کبر مقامی و تذکیری علیکم، این آیه رو خوند، فعجب امرکم، عزمتون عزم کنید، هر کاری میخواید بکنید، ولا یکن امرکن علیکم غمه ثم اقضوا الیه ولا تنظرون. که حضرت نوح رو که میخواستن بکشن این جمله رو گفت. یعنی قرآن موج میزنه در کربلا، با آیات قرآن صحبت میکنه. وقتی میخواد برای اونا شناسنامه بنویسه، با یه آیه برای اونا شناسنامه مینویسه. امام حسین بیاد الذین جعلوا القرآن عزین، قرآن رو تیکه تیکه کردید شدید امام کش. به قرآن اگه یک نگاه جزیره داشته باشی میشه امام کش. قرآن یک سخنرانی از اول تا آخر سخنرانی یک پارچه خداست. الذین جعلوا القرآن عزین، که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، نتیجهش این میشه که شما شدید بله امام کش. به این حال و روز افتاد. وقتی که شخصیت قرآنیست، حرکات و سکناتش قرآنیست، ما هم قراره به حضرت لبیک بگیم، چقدر باید با قرآن انس داشته باشیم؟ شب عاشورا امامی که به هیچ کس التماس نکرده ولی از اونها میخواد که بهش اجازه بدن که این شب رو با خدا خلوت بکنه، قرآن بخونه. آیا جاش نیست که ما شب عاشورا رو اختصاص بدیم به قرائت قرآن؟ عزاداری که تمام شد شروع کردیم به قرائت قرآن به عشق امام حسین به عنوان لبیک به حضرت. ما هم دوست داریم همینقدر شبیه تو بشیم. احسن تو قرآنی بشیم. قرآن نباید تو پستو بمونه، قرآن نباید تو خونه بمونه، قرآن باید بیاد بازار، قرآن باید بیاد سیاست، قرآن باید بیاد انتخابات، قرآن باید بیاد عروسی، عزا، تربیت. قرآن جری داره. ان القرآن یجری کما تجری الشمس. و چون امامم از قرآن جدا نمیشه، امامم جهری داره، امام حسینم جهری داره. جهر یعنی قرآن میاد تکلیف همه رو مشخص میکنه. قرآن اینجوریست، این میشه جهر، یعنی مستاق اتم اکمل خیر شر رو در هر دوره مشخص میکنه. ولذا اهل بیت میشن احسن منازل قرآن. امیر المومنین فرمود انزلوهم احسن منازل قرآن. قرآن که مثل آفتاب که حرکت میکنه، آفتاب منزل داره، یجری که ماتجر شمس، قرآن هم منزل داره. بهتر منزلی که نزول کرده قرآن اهل بیته. بل هوا آیاتون بینات فی صدور الذین اوتو العلم. قرآن بین دوتا جلد نیست، خدا میگه در سینه هاست. فی صدور الذین اوتو العلم، اون سینه رو باید پیدا کرد و رهاش نکنیم. احسن. خدا هم گفت ثم اورثنا الکتاب، کتاب رو به ارث گذاشتیم. حقیقتش اگر این سطور باشه که این که دست همه هست. بله، حالا این شعارها همه پس ظهور توحید شد، همه ظهور اتصال به مبدأ اعلی شد. بله، 15 تعهد انسانی و دینی در شعارها موج میزنه. خیلی مهم است که انسان در زندگی تعهد داشته باشه. انسان بی تعهد جاش زندگی در جامعه انسانی نیست. تعهد که رفت، انسان تعهدی نداشته باشه برای صدق، برای عدل، برای پاکی، برای طهارت، برای حرمت انسانها، برای کرامت انسانها، برای آینده انسانها، برای شرف عزت انسان ها تعهد نداشته باشه، این جامعه میشه جنگل.
از سر تعهد انسانی حضرت میگه من این کار رو باید انجام بدم. میتونست برای خودش راحت طلبی بکنه و خودش رو گرفتار نکنه. پس الان ما رسیدیم به 15 تا. این 15 تا شروع میکنیم یک یک اینها رو در این خصوص که خود شعار رو کار نداریم، ما اوصاف مشترک شعارها رو کار داریم، تا یه قاب تصویر فاخری از حضرت ابا عبدالله حسین در برابر چشمان نسل جدید ما که حضرت چه کردن؟ چه کرده؟ با صرف گریه، با صرف ذکر مصیبت واقف بر شخصیت حضرت نمیشه که. و چرا ته ته دلت وقتی نگاه میکنی میبینی که دوستش داری، عاشقشی؟ و چرا جاذبه امام حسین در دنیا شده بی نظیر؟ بی نظیر. کی میتونسته 20 میلیون جمعیت جمع کنه؟ به خاطر خصوصیاته. و اون فطرت‌های پاک و سالم و دست نخورده خود به خود جذب میشن. بله. و جعل ریاستکم فی فطر المکلفین. در اذن دخول دوم است اگه اشتباه نکنم، خدا ریاست شما رو در فطرت همه انسان‌ها گذاشته. بله. یعنی از هر مذهبی بیاد واقف بشه بر شخصیت امام حسین. یا آقای میگه من در یکی از کشورهای اروپایی از امام حسین صحبت کردم، از کاری که کرده، از شجاعتی که داشته، از عزتی که داشته، از راه فاخری که داشته، مقصد انسانی که داشته، استانداردهای بین المللی همه موج میزنه. وقتی اینو صحبت کردم جمعیت بلند شدن، چند لحظه فقط کف زدن برای شخصیت امام حسین. تازه چقدر بیانهای ما الکن ناقصه در تصویر حضرات معصومین. خودشون فرمودن که نزلونا عن المرتبه الربوبیه و قولو فینا ما شیتون بلند تناهو، به ما فقط خدا نگید، هر چی میخواید بگید، باز نمیتونه به کنه ما برسید. ما اخفیناهو انکم اکثر من ما از هر ناهو لکم. اون مقدار که از صورت ما از شما پوشیده است، اون خیلی بیشتر از اون مقدار است که برای شما مکشوف است. چه عظمت. شما حساب کنید که حضرت ابا عبدالله حسین مثلا بلا تشبیه تشبیه بکنید به یک کوه بسیار مرتفع، یه تیکش دیده شده برای ما. شما برای تصویر وقوف بر شخصیت حضرت برید دعای عرفه، ببینید چه محشری است اونجا، که انشاءالله یه فرصتی من اونا رو بحث میکنم. بنابراین اولین شعار که شروع میکنیم، این شعارها همه شعارهای گمشده بشریت و در تمام ادوار حضور داره، هیچ وقت اینها محو نمیشن. یه شعار هیچ وقت کهنه نمیشن این شعارها. و این دو حضرت زینب هم تصدیق کرد که به یزید گفت فکت کیدک مناسب جهدک وس اسعیک فوالله لا تمهو ذکرنا، فوالله لن تمهو و ذکرنا ولا تمی توحینا. نه میتونی نام ما را، ذکر ما را از بین ببری، نه وحی ما را. چقدر عبارت عجیب است. نگه میتونی پاک کنی اینا رو. بله. یعنی خیال کردی که الان کربلا رو انداختی، برادر من رو کشتی، عزیزان ما رو کشتی. ما چون از این معلوم میشه که فکر یزید همین بوده، فکر یزید این بوده که مهد بکنه، از دلش خبر داد و والله لن تم هو ذکرانا، ذکر ما رو نمیتونی مهد بکنه. یه قصه هست در مروج و زهب که نغیره نقل کرده که میاد منزل که بسیار بسیار ناراحته، نصف شب اومده پسرش میگه چرا ناراحتی؟ گفت از پیش معاویه میام که گفتم که دیگه اذیت نکن بنی هاشم به اینقدر اذیت کردی. گفت الله دفنن دفنا، من تا اسم بالاخره اینها رو دفن نکنم از پا نمی نشینم، در حالی که اذان نگاه کن، در اذان هر روز اسم اینها گفته میشه، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. که من خیلی ناراحت شدم از این حرف. این حدیث رو برای مأمون که گفتند، برید تاریخ ببینید، مأمون دستور لن داد در منابر بخاطر این حدیث که همچه فکری. الان از همین خبر میده، میگه ذکر ما وحی ما رو نمیتونه از بین ببره. وقتی کاروان برگشت به مدینه، کسی گفت به امام سجاد گفت رفتی چی شد؟ گفت اذان نگاه کن.
حالا در این خصوص این مطالبی رو که حضرت ابا عبدالله داره، این یه عقلانیتی داره که باعث شده که گم شده بشریت بشه. از عقلانیت هر چه جدا بشه، از ینفع الناس بودن هر چه بیفته، از ابدیت میفته. و اما ما ینفع الناس فهم کسو فلرس، رمز ابدیت رو خدای متعال در اینجا آمده است، گفته است. الان رفته رفته این شعارها که ذکر شده، راه پیمای اربعین، رفته رفته چهره جهانی به خودش گرفته، یعنی تبدیل شده به یک اعتراض جهانی بر این قدرت اهریمنی که مثل اختاپوس مسلط شده بر دنیا. این به خاطر اون شعارهایی است که بشر هر کس این شعارها رو ببینه، میبیند که با فطرتش سازگاره و دنبال همین افکار بوده است. بعضی ها خیال میکنن که امام حسین صرفا مثلا با شراب مخالف بوده، یزید سگباز بوده، میمون باز بوده. اینها رو اگر بیاد شما خیلی افق فکری امام حسین رو خیلی آوردید پایین. امام حسین شعرش خیلی بالا، افقی که اصلا حضرت میدیده قمه از اون اوج میگیره، میگه مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه فی ذات الله. دست گذاشت روی اون اساس اساس. این تیکه ها، این تیکه هایی که الان در تعریف رهبر نوعا بشر مبتلا به همین قصه است دیگه. اصلا سوژه‌ای که برای امام حسین، ماموریتی که برای امام حسین تعیین شده از طرف خدا، این است که جامعه مبتلا بشه به زمامدار خود سر. با چه کار کرد؟ خدا میگه ببینید اینجوری باید کرد، عمل کرد. اگه نه حیرت و گمراهی و ضلالت. بله. ولذا بالاترین حتی دفاع از حقوق بشر رو باید در این شعارها شما ببینید. از کرامت بشر دفاع کرده، یعنی که بشر برده بشه. یکی از عرب‌ها جلو حضرت گرفت به کربلا میرفت، گفت آقا نرو، اگه بری لنسترقن نبعدش، ما همه برده میشیم. همینطور هم شد. در یوم الحره که اهل مدینه بعدا متوجه اشتباه شدن قیام کردن بعد از امام حسین، بله، خندق ها رو دوباره احیا کردن و شکست خوردن. فرمانده شامیان مسلم بن عقبه بود، اسمش میگن مصرف، اونقدر در خونریزی اسراف کرد. سه روز یزید همه اموال و ناموس رو حلال کرد به این آقا و لشکرش. الله. اون وقت بعدا همه رو گفت که باید با یزید بیعت کنید، اما سرت رو بیار جلو، یه مهر میزد پشت گردنشون که تو برده یزید هستی. اون عرب گفته بود لنسترقن نبعدک، یعنی حریت انسان ها با امام معصوم است، حریت انسان ها با رهبریت ساله است. اصلا کربلا برای رهبریت ساله است، یعنی برای رهبریت ساله این رد هزینه پرداخت شده است. نگاهشی از اول به قدرت اینجوری بوده است که قدرت اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه، ولذا خونشی در طول تاریخ ریخته شد. لا تزال سیوف تکتر دماء، شهرستانی در ملل نهر می نویسه، در طول تاریخ به خاطر مفهوم امامت در مکانها روی قدس اون خونی که ریخته شده روی هیچ مکانی ریخته نشده، و در مفاهیم روی امامت خونی که ریخته شده در هیچ مفهومی ریخته نشده. این یکی از خصوصیاتی بود که در وصف مشترک امام بود که به اولیش رسیدیم به صورت تفصیلی. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. همچنان با همین در کنار همین در دومین روز ماه عزای سید الشهدا محرم الحرام بعد از تلاوت قرآن انشالله همراهتون هستیم. همچنان برای مشارکت در قربانی ماه محرم عزیزانمون فرصت دارن، به عشق سید الشهدا میتونن با ما همراه بشن. هدایا، صدقات و نذوراتتون به ما خواهد رسید و انشالله به زودی زود به دستان خانواده های آبرومند در سراسر میهن پهناور اسلامیمون خواهد رسید. گزارشش رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. کانال های ما در سروش، ایتا و بله و همینطور سایتمون، و اگر به هر دلیلی موفق نشدید درگاه پرداخت رو انتخاب بکنید، کافی عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. دوستان ما نحوه پرداخت رو برای شما پیامک خواهند کرد و انشالله که موفق بشید. ما رو هم دعا بکنید و امیدوارم که
خداوند متعال از همتون به بهترین وجه قبول بکنه. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد ترجمه به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند از رادیو معارف، تکرار برنامه از شبکه افق میبینند هم سلام میکنم. انشالله تو جلسات عزاداریتون ما رو هم دعا کنید. همه برای بچه هایی که اینجا عاشقانه و خالصانه دارن زحمت میکشن. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عاملی بفرمایند و انشالله خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره شعرا آیه 102. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. این آیه ناظر به آرزوهای اهل جهنمه. آرزوهای اهل جهنم یکی دوتا نیست. من همه رو اینجا جمع کردم. یه جاهای خدا میگه ولو ترا، ای پیغمبر ای کاش ببینی. اون ای کاش ها رو هم جمع کردیم. چه خوب. خیلی دیدنیست. اما فعلا بحث ما در آرزوهای اهل جهنمه. یکی این است که آرزو میکند که ای کاش من برگردم. از نو زندگی رو شروع کنم. فنکون من المؤمنین. اعتقادم این باشه که این دنیا صاحبی داره، حسابی داره و اینطور نیست که یک روح دیوانه حکومت میکنه. این یک. دوم،
ولو ترا از وقفو علی النار. پیغمبر کاش ببینیم اون لحظه رو که در برابر آتش اینا میارن، اینا رو در برابر آتش قرار میدن. اونجا یه آرزوی دارن، فقالو یا لیتنا نرد و ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. باز اینجا آرزوی این است که ای کاش ما برگردیم و تکذیب نکنیم آیات رو، احکامی رو که خدا گفته استهزاء نکنیم. سوم، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. خدا گفته هر کس از ما اعراض بکنه یه شیطونی کنارش قرار میدیم، روز قیامت با همون شیطان محشور میشه و آرزویش این است که ای کاش بین من و بین این شیطان بعد المشرقین فاصله باشه. الله اکبر. چهارم، خیلی وحشتناکه، یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. روزی اینها صورتشون در برابر آتش قرار میگیره و در برابر آتش که شما به چیزی رو بخواید با آتش پخت بکنید، نعوذ بالله از تجربه دار. یوم تقلب وجوههم فی النار که از ترجمهش میترسن، میترسن از ترجمهش. یا غلونه میگن یا لیتنا، ای کاش ما خدا را اطاعت میکردیم، به ما پیغمبر فرستاده بود، پیغمبرها رو ما اطاعت میکردیم. عوامل جهنمی شدن هم تو همین آیات هست دیگه. احسن احسن احسن. پنجم، و یوم یعز و ظالم و علی یدهی یقول یا لیتنا اتخذت مع الرسول سبیلا. دست خود نمیگه انگشتان خودشه، دستش رو گاز میگیره، میگه ای کاش من یه شباهتی به پیغمبر میرسوندم. باز میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش به خیلی دقت میکردم که با چه کسی دوست بشم، دوست منه بدبخت کرد، دوست منه به این جهنم آورد. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، همه بدبختی ها به خاطر دوستان نابابی بود که من تو زندگی داشتم. چه دستور عمل خوبی برای جمعای ما. ششم، و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. وقتی کتابش رو به دست چپش میدن تا آخر مسیر میخونه، میفهمه که تا آخر باش چه معامله میکنن. با همین قصه همه چیزی که خوند میگه ای کاش کتاب دست من نمیدادن، ای کاش حساب و کتابی در کار نبود، ای کاش همه چیز من با مرگ تمام میشد، ثروتم هیچ افاقه به حال من نکرد، قدرتی هم که داشتم از دستم رفت. هفتم، جاییست که آرزو میکنن ای کاش خاک بودم، یا لیتنی کنتو ترابا. الله. وقتی که یوم یندر المرء ما قدمت یداه، 70 سال 80 سال کاره که کرده، وقتی میبینه چه افتضاحی درست کرده میگه ای کاش خاک بودم. هشتم، وقتی که آخرت ابدیت میبینه میگه یا لیتنی قدمت الحیاتی، حیات اونجا بوده، من برای حیات خودم هیچ کاری نکردم، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، زمین بایر. نهم، اون است که در خصوص عملش آرزو داره، تبدلو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش بین من و بین عملم فاصله بسیار زیاد اتفاق می افتاد. دهم، خدا میگه که ما وقتی برای هر کسی شهید شاهد میاریم، تو رو هم شاهد میاریم، شهادت میدی بر اعمال امت، اونجا کسانی که کافرن میگن که ای کاش با خاک یکسان میشد. این هم یه آرزوشون است که یود الذین کفروا و عصوا رسول لو تسوا بهم الارض، ای کاش با خاک یکسان میشد. آخرین آرزو، وحشتناکترین آرزو، آرزو داره که فرزندانم رو بدم، اهل بیتم رو بدم، همسرم رو بدم، همه چیز رو فدا بکنم، اما من خلاص کنید. الله اکبر. یود المجرم رو یفتدی من عذاب یومئذ به بنیه و صحابتی و اخیه و عشیره، کل قبیله رو بدم و فصیلتی التی تؤویه بلکه و من فی الارض جمیعا، روی زمین هر کس همه رو فدیه بدم. ثم ینجی کلا، جهنم همین کلاست که خدا بگه همچنف رو نزن. الان دیگه جای حرفا امکان نداره، پناه بر خدا.
و اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. از امیرالمومنین. بله، امیدوارم که این قلب سلیم انشالله به برکت نام و یاد سید و شهدا تو همین روزها و شبها نصیبمون بشه. حاج آقای عاملی دعا کنید و انشالله خداحافظی کنید. یه دعای خدمت عزیزان عرض میکنم، بسیار مهم است که از خدا خواسته بشه، اونم امنیت از طرف خدا، که خدای به من امنیت بده. اللهم اعطنا منک الامان و استعملنا به حسن الایمان. چه خوب، خیلی هم راحت میشه حفظش کرد. اللهم اعطنا منک الامان، من از عذاب تو محمون بشم. بزرگترین حاجت در دنیا در آخرت از عقوبت خدا، از غضب خدا محمون بشم. و استعملنا به حسن الایمان، و زیبایی ایمان در عمل من دیده بشه. هر کس عمل من نگاه بکنه ببیند که اعتقاد با خدا چقدر زیباست، اعتقاد به ابدیت چقدر زیباست، پایبندی به دین چقدر زیباست. اونو به من بده انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. ممنونم از حاج آقای عاملی عزیزمون. الهی که بهترین ها برای همتون رقم بخوره. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، برن طوفان حوادث ببرد بنیادت. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم ازتون. السلام علیک وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.